هکرها و متخصصین امنیت میتونن اطلاعات سری و محرمانه رو توی یه فایل مخفی کنن، اون فایل رو جلوی چشم شما بذارن طوری که به فایل دسترسی داشته باشی اما نتونی محتوای اون رو ببینی. این اطلاعات میتونن کدهای مخرب، ویروس‌ها یا حتی اطلاعات محرمانه و سری مثل پسوردها باشن که تو دل یک فایل مخفی میشن. شما فایل رو باز میکنید، محتوای نرمال اون رو میبینید ولی اون دیتایی که هکر توش مخفی کرده رو بهش دسترسی ندارید. حالا سوال اینجاست که هکرها چطوری این کار رو انجام میدن؟ با من همراه باشید توی اپیزود امروز، یادتون میدم که چطوری خیلی ساده با چند خط دستور این کار رو انجام بدید. خب دوست من، قبل از اینکه ادامه ویدیو رو ببینیم، اگر این سک ویدیوها رو دوست داری و به ویدیوهای کانال هوش سفید علاقه مندی، لطفاً با لایک و کامنت از کانال ما حمایت کن. این باعث میشه که ویدیوهای ما بیشتر دیده بشن و کانال هوش سفید بتونه سریعتر رشد کنه و هم انگیزه داشته باشیم بتونیم ویدیوهای بهتر و با کیفیت بالاتری رو تولید کنیم. فایل سیستم NTFS یا نیو تکنولوژی فایل سیستم توی ویندوز یک قابلیت مخفی به اسم ADS یا Alternate Data Streams داره که کمتر کسی به اون پرداخته. ADS یا جریان‌های داده جایگزین این امکان رو فراهم می‌کنه که یک فایل بتونه همزمان با چند تا جریان داده ارتباط داشته باشه. سادهش این میشه، شما فایل رو باز می‌کنین، یه داده خاصی رو می‌بینید، هکر همون فایل رو باز می‌کنه، یه داده دیگر میبینه، به یه دیتای دیگه میتونه دسترسی داشته باشه. یعنی به صورت همزمان چند تا دیتا میتونن تو دل یه فایل ذخیره بشن. حالا این اطلاعات میتونن اطلاعات متنی باشن یا حتی میتونن فایل های مختلف با چند گیگابایت حجم باشن. و ویژگی خارق العاده این قابلیت اینه که شما حتی اگه یه فایل چند گیگابایتی رو بیاین توی یه فایل تکست مخفی کنید، سایز اون فایل تکست تغییری نمیکنه. به هیچ کسی نمیتونه با توجه به سایز اون فایل تشخیص بده که دیتای جایگزینی توی اون مخفی شده. حالا ببینیم که چطوری میتونیم واقعا با کمک ADS چند تا جریان داده رو توی یه فایل تکست ساده مخفی کنیم. خیلی خب، برای شروع من با کلیدهای ترکیبی پنجره و R توی ویندوز ران رو باز میکنم و تایپ میکنم CMD. به صورت پیشور CMD توی هوم دیرکتوری من اجرا میشه. میخوام دیرکتوری رو بیارم توی دسکتاپ که هر اتفاقی که میفته، هر فایلی که ساخته میشه بتونیم ببینیم. با دستور CD دسکتاپ این کار رو انجام میدم. الان توی دسکتاپ دیرکتوری خودم هستم. حالا با عنوان اولین دستور، دستور echo، حالا یه متن ساده، مثلا this is a normal text، آخرش هم یه دات میذارم، بعدش یه دانگل براکت و یه اسمی، یه فایل متنی، مثلا password.txt. اینتر رو میزنم، بلا فاصله یه فایل متنی به اسم password با extension txt روی دسکتاپ من ساخته میشه. حالا اگر بخوام محتواش رو ببینم، تایپ میکنم password.txt، فایل باز میشه و همون تکستی که تایپ کرده بودم رو اینجا میبینم. الان این در دسترسه. حالا چطوری میتونیم با ADS یه داده جایگزین رو به صورت همزمان توی مخفی کنیم؟ من مجددا تایپ میکنم echo یه دیتای دیگه، مثلا یه فایل محرمانه، فرض کنید یه پسورد، یه چیزی تایپ میکنم، فرضم کنید که آقا یه پسورد خاصیه. مجددا یه دانگل براکت، اسم همون فایل رو میدم، آخرش من اینو باز کنم که کامل دیده بشه، آخرش یه کالوم میذارم و تایپ میکنم hidden.txt. اینتر رو میزنم، دستور اجرا میشه. مجددا تایپ میکنم password.txt، انتظار دارم که این پسورد رو ببینم اما نمیبینم، همون متن قبلی رو میبینم. حالا هکر چطوری میتونه به این محتوا یا به اون پسورد دسترسی داشته باشه؟ دستور more، این دفعه more و دانگل براکت برعکس، پسورد اسم فایل .txt و یه کالون همون اسمی که برای مخفی کردنش داریم. این اسم میتونه هر چیزی باشه، حالا من دارم هیدن .txt، با من حالا یه سیکیوریتی لیر بالاتر میتونه یه اسم دیگه بده. اینتر رو میزنم و
دیتای جایگزین رو به من نمایش میده. یعنی به جای اینکه محتوای فایل تکست اون محتوای رگولار رو نمایش بده، اون دیتایی که مخفی کرده بودم رو نمایش میده. الان دوباره اگر تایپ کنم password.txt همون دیتای نرمال رو میبینم، اما با اون استراکچر یا با اون دستور ثانویه محتوای مخفی فایل هم نمایش داده میشه. بنابراین حواستون به فایل های ساده و فایل های متنی که روی کامپیوترتون هست باشه. ممکنه که این فایل ها خوشبینانش حاوی یک سری اطلاعات محرمانه باشه و بدبینانش اینه که هکر میتونه یک سری کد های مخرب یا ویروس ها را به این شکل توی فایل مخفی کنه و با هر بار اجرای شما اون کد ها توی بک‌گراند توی پشت پرده بدون اینکه شما متوجه بشین اجرا بشن و حالا به هر نحوی به سیستم شما یا به اطلاعات شما صدمه بزن. این حرکت یه شکلی، یه سبکی از استگانوگرافیه که با استفاده از استگانوگرافی ما در اصل میتونیم یه دیتا یا یک فایل رو توی یه فایل دیگه مخفی کنیم. توی یه ویدیوی دیگه استگانوگرافی رو به صورت کامل توضیح دادم و گفتم که چطوری توی کالی لینوکس و با استفاده از ابزاری به اسم استگهاید میتونیم استگانوگرافی رو به شکل پیشرفته تری انجام بدیم. لینک اون ویدیو رو هم اینجا میذارم، اگر دوست داشتید حتما ببینید. اگرم سوالی داشتید یا توی اجرای این دستور به مشکلی برخورد کردین که کامنت ها بپرسید، با عشق جواب میدیم. بدرود.